می شود به حکومتداری مطلوب رسید. حاکمیت به چه مفهوم است؟ شاخصهای حکومتداری خوب را چه تشکیل می دهد؟ آثار و پیامدهای حکومتداری خوب چی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش ها را در برنامه آرمان شهر این هفته با کارشناس فرهیخته دکتر محمد ناصر صمدی به بحث و بررسی می گیریم. سلام، وقت همه شما از آن بخیر. بازم به برنامه آرمان شهر خوش آمدین. موضوع بحث ما در این هفته شاخصهای حکومتداری خوب هست. برای بحث بیشتر پیرامون همین موضوع در خدمت مهمان و کارشناس فرهیخته جناب دکتر محمد ناصر صمدی استاد دانشگاه قرار داریم و این موضوع را به بحث و بررسی میگیریم. جناب آقای دکتر خوش آمدین برنامه. ممنون. جناب آقای دکتر، برای ورود به بحث در مورد مفهوم و ماهیت حاکمیت و همچنین حکومتداری خوب خدمت شما است. با سلام خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز. بحث که مطرح کرد در رابطه با حکومتداری خوب یا شاخصهای حکومتداری خوب، یک بحث خیلی بسیار ضروری است در ادبیات سیاسی و از اونجایی که ما می‌بینیم بزرگترین تشکلات، حالا چه سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی، در هر کشور دولت اون کشور است. خطا. به همین دلیل کارکرد مؤثر و مطلوب یک دولت باعث میشه که تمام ظرفیت یک جامعه به درستی از اونها استفاده شوه و در واقع کارآمدی مطلوب و لازم را داشته باشه. در مورد مفهوم حکمرانی مطلوب یا حکومتداری خوب، ببینید در انگلیسی good governance میگن که در فارسی به اصطلاح بدیل‌های برای اون به صورت گوناگون در نظر گرفته شده، یعنی برگردان این عبارت به فارسی، گاهی حکومتداری خوب گفته شده، گاهی حکمرانی مطلوب، و گاهی هم که خیلی خواستن به فارسی سر ترجمهش کنن گفتن به زمامداری. ولی در هر صورت همه این ترجمه هایی که به اصطلاح از مفهوم انگلیسی شده در حقیقت به معنای حکمرانی به اصطلاح مؤثر و کارآمد هست. تعریف هایی که به حساب از حکمرانی مطلوب ارائه شده خب متفاوت است، مثل بسیار از مفاهیم دیگر در حوزه حقوق، در حوزه ادبیات، سیاست یک تعریف جامع و مورد توافق همه ندارن. اما یک تعریف را بانک جهانی ارائه کرده است که در واقع بیشتر روی ساختار کارآمد و همینطور نظام اداری پاسخگو تأکید کرده و وجود شفافیت. یعنی حکمرانی مطلوب حکمرانی است که اولا ساختار مورد اعتماد داشته باشه، ساختار مشارکت، بله ساختار سیاسی مورد اعتماد داشته باشه و همینطور یک ساختار اداری کارآمد داشته باشه و همچنین پاسخگو، بله، باشه و همینطور پاسخگو باشه و شفافیتی در عمل کرد وجود داشته باشه. به صورت اختصار حکمرانی مطلوب را مثلا این گونه تعریف کردم. بله. حالا خوب است جناب آقای دکتر که یک مقدار به پیشینه و گذشته همین مفهوم هم بپردازیم که از چه زمان به این طرف بالاخره بحث حکومت داره خوب وارد ادبیات سیاسی شده است. بله. بحث حکومت داره خوب شاید از بتوان گفت که از دهه 1990 به بعد کم کم مطرح شده. منتها بیشتر تحت تأثیر مسائل اقتصادی مطرح شده است. اگر مثلا ما یک مقدار به
اقتصاد توسعه بایست اگه نگاه بیاندازیم، میبینیم که تحولات را پشت سر گذاشته که سه دوره قابل تعریف شناسایی هست. دوره اول بعد از جنگ جهانی دوم آغاز میشه تا اواخر دهه 1970. در این دوره تأکید بر روی این بوده است که دولت‌ها حد اکثر مداخله را در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم داشته باشند. یعنی دانشمندان علم اقتصاد گفتند که خروج از رکود و رسیدن به توسعه لازمش این است که ما بیاییم به اصطلاح نقش بزرگتر و مهمتری را برای دولت‌ها قائل باشیم و حق مداخله بیشتر برای دولت‌ها در نظر بگیریم. بله. بنابراین شما می‌بینید که بعد از جنگ جهانی دوم که معمولاً کشورهای اروپایی آسیب دیده بود و از صدمات جنگ خیلی متأثر شده بودند، با طرح مارشال اینا وارد یک فضای بازسازی شدند. و در این فضای بازسازی به دلیل اینکه سرعت بیشتری انجام بگیره، خب حق مداخله بیشتری برای دولت‌ها قائل شدند. شاید اگر منظور اونها هم بحث سرعت عمل نبود، ولی عقیدهشان این بود که مداخله بیشتر دولت‌ها باعث میشه که ما از این وضعیت رکود، وضعیت به هم ریختگی و بی‌سازمانی زودتر خارج شویم. بله. تا اواخر دهه 1970 این ایده حاکم بود. دوره دوم دوره دولت‌های حد اقلی است. یعنی دقیقاً برخلاف دوره اول که تلاش بر این بود که دولت‌ها حد اکثر مداخله را در امور عمومی مردم داشته باشند، برعکس گفتند که دولت‌ها حد اقل مداخله را در امور مردم داشته باشند. ما بیاییم به اصطلاح اقتصاد را، قیمت را، همه چی را به اصطلاح به بازار آزاد واگذار بکنیم، به نظام عرضه و تقاضا واگذار بکنیم، خود بازار نرخ را تعیین بکنه، آزادی‌های بیشتر بده. بله بله. و همینطور به جای مثلا بخش‌های دولتی بیاییم بخش‌های خصوصی را فعال بکنیم، یعنی آزاد سازی بکنیم. در واقع پیشگام این سیاست همچنان مثل دوره اول آمریکا و انگلستان بوده که چندین نفر از تئوری پردازان مخصوصا در عرصه اقتصادی اینا آمدن گفتن که دولت باید حداقل مداخله را در امور اقتصادی و سیاسی و مسائل دیگر بکنه. خب پیامدی که این ایده و تفکر داشت این شد که به بحران‌های گوناگون منجر شد. بحران مالی به وجود آمد، بحران بانکی به وجود آمد، بحران ارزی به وجود آمد، بحران‌های اقتصادی در کل. و دلیلش هم این بود که اون محدودیت‌هایی که قبلاً توسط دولت‌ها اعمال می‌شد، اون محدودیت‌ها برداشته شد. بازار آزاد به اصطلاح صلاحیت بیشتری پیدا کرد و همینطور مبادلات پولی و مالی در سطح بین‌المللی گسترده تر شد، چون اون محدودیت ها برداشته شد و یه خود به بحران های جدیدی دامن زد. مخصوصا فاصله طبقاتی زیاد شد، تبعیض و نابرابری در میان جامعه زیاد شد، فقر و بیکاری زیاد شد. خب چون این پیامدهای منفی را ایده دولت های حد اقلی یا مداخله حد اقل دولت در امور عمومی داشت، بنابراین از اواخر دهه 1990 به بعد ایده تازه‌ای مطرح شد، چون همه واقف شدن بر اساس گزارش‌های مختلفی که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شد، داده‌های مختلف و بعد اینا ارزیابی و تحلیل شد، به این نتیجه رسیدن که جلوگیری از مداخله دولت‌ها در امور عمومی و اقتصادی ای باعث بروز این بحران‌ها شده و شکاف‌های طبقاتی را بیشتر کرده. بنابراین یک ایده دیگر مطرح شد که ما میتونیم از این به دوره سوم تعبیر بکنیم و اون دوره در واقع ایده حکومتداری خوب است. حکومتداری خوب، این اصطلاح برای اولین بار توسط بانک جهانی به کار گرفته شد و در واقع به نوعی تعدیل اون دو رویکرد افراطی و تفریطی گذشته است. یعنی اون دو دوره اول و دوم که منجر شد به بی‌عدالتی‌ها، منجر شد به وجود تبعیض و نابرابری‌ها و امثال اینها و بحران‌های مالی مختلفی که به وجود آورد، سرانجام
محققان و پژوهشگران را در بانک جهانی و چندین مؤسسه دیگر مثل صندوق توسعه بین المللی پول به این نتیجه رساند که بیاید به اصطلاح باز هم روی کارکرد دولت تمرکز بکنه و همچنان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر در جهت کنترل بحران‌ها و همینطور ایجاد به اصطلاح عدالت، کم کردن شکاف‌های طبقاتی و امثال اینها بدانن و حاکمیت را، شیوه مدیریت به اصطلاح کشور را بیان اثر بخش بکنن، کارآمد بکنن. در این راستا شاخص‌های را پیشنهاد کردن. پس شاخص‌های حکومتداری خوب چیه به باور شما جناب آقای دکتر و چگونه میشه در واقع تشخیص داد که یک دولت و یا یک حاکمیت با اون اوصاف باید آراسته بشه تا اینکه ما برسیم به وضعیت مطلوب یا حکومتداری مطلوب؟ خب ببینید، مؤسسات مختلف پیشنهادهای خود را برای بسیار شاخص‌های حکومتداری خوب دارن، خیلی متعدد هست، گوناگون هست، ولی مهمترین شاخص‌هایی را که در این راستا بانک جهانی و خود سازمان ملل ارائه کرده است، این شاخص‌ها به نظر من جامع هست و قابل توجه هست که ما در راستای ایجاد یک شیوه مدیریتی خوب و مطلوب این شاخص‌ها را مد نظر قرار بدیم. چندین شاخص مد نظر بوده است و در واقع پیشنهاد شده است که یکی از اون شاخص‌ها حاکمیت قانون هست. یعنی برای این که ما یک به اصطلاح استفاده بهینه از ظرفیت و امکانات یک دولت داشته باشیم و همینطور حاکمیت ما یک اثر بخشی و کارآمدی خوب را داشته باشد، باید تمام تصمیمات حاکمان در پرتو قانون باشه و قانون فصل الخطاب همه چیز باشه. اتفاقاً خود بحث حاکمیت قانون خوبیش در این است که از تصمیمات خودسرانه، از اعمال دیکتاتوری و استبداد در رأی که توسط حکومت‌ها انجام میشه جلوگیری میکنه. حاکمیت قانون باعث میشه که به جای سلیقه یک شخص یا یک جمع، قانون حاکمیت پیدا بکنه در کشور و قانون باعث میشه که از در واقع استبداد جلوگیری شود. قانون سیاست را انسانی میکنه. قانون سیاست را از اون حالت سرکشی و لجام‌گسیختگی که داره کنترل میکنه، نظارت میکنه و بند میکشه. او را مؤثرتر و کارآمدتر میکنه، منتها در جهت که به حال شهروندان مفید باشه. بنابراین حاکمیت قانون یکی از شاخصهای بسیار مهم حکومتداری خوب هست. هیچ حکومتی نباید خود را فراتر از قانون بدانند. حکومت‌ها هم در تشکیل خود، هم در فعالیت و عملکرد خود و هم حتی در دوره انتقال خود نباید فارغ از بحث‌های قانونی باشه. یعنی همیشه باید قانون مطمح نظر باشه. یک دولت اگر شکل می‌گیره بر اساس قانون شکل بگیره. صلاحیت‌های خود را به حساب انجام می‌دهد، بر اساس قانون باید انجام بدهد. یعنی قانون صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های حاکمان و دولت مردان را باید تعیین بکنه. هیچ دولت مرد فکر نکنه که صرف به دلیل این که در رأس یک قوه و یک نظام قرار گرفته است، این می‌تواند فرمان‌های فراقانونی بدهد. نه، قانون باید بستر همه چیز باشه. طبیعتاً اگر قانون لحاظ بشه و روحی قانونگرایی در یک ساختار سیاسی شکل بگیره، حتماً بحث شفافیت و بحث مقبولیت بیشتر را هم به همراه خواهد داشت. دقیقاً. یعنی ما اگر بیاییم به اصطلاح یک نظام سیاسی را مبتنی بر قانون بدانیم، طبعاً خود قانون ایجاب میکنه که عمل کرد در چنین نظام سیاسی باید بر اساس شفافیت هم باشه. نکته خوبی که اشاره کردین، اتفاقا دومین شاخصه حکومتداری خوب همین بحث شفاف سازی هم هست که تمام عملکرد حاکمان باید در مرعی و منظر مردم باشه. حالا ما به این معنا نه که مثلا جلسات کاملا علنی تشکیل بده، منظور این نیست، یعنی مردم در جریان اتخاذ مثلا تصمیم های حاکمان باشن. خب برای از اینکه یک سازوکار قانونی اندیشیده شود که مردم در جریان اعمال صلاحیت‌ها و وظایف حاکمان باشد، یک قانون در نظر گرفته شده است، قانون
دسترسی به اطلاعات که این قانون متخذ از یک حق است، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات. بله. همه شهروندان به عنوان صاحبان اصلی قدرت و حکومت حق دارن که به اطلاعاتی که در حکومت خودش میگذرد، در کشور خودش میگذرد، به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. در هر اداره دولتی که مراجعه بکند، افراد موظف در اون اداره باید اطلاعات لازم را به شهروندان بدهد. هر شهروندی حق دارد که در هر اداره مراجعه بکنه، بجز اطلاعاتی که در یک در واقع طبقه بندی مهر محرمانه میخورد، اونا جز اسرار دولتی است. استثناست. بله، استثناست. اما استثناها واقعا باید استثنا باشه، قاعده نباشه. یعنی ما بیاییم به اصطلاح بیشتر 80% مثلا اطلاعاتی که در دولت میگذرد، اخبار و معلومات را، اینا را ما همه را طبقه بندی شده فرض بکنیم، بعد یک مقدار اخبار و معلومات ساده ای را که معمولا هم رسانه ها به اون دسترسی دارن، اینا را بگیم خب اینا در خدمت مرد، این نمیشود. مردم حق دسترسی به اطلاعاتی دارن که مهر محرمانه نخورده باشه، دیگه اونا باید به شهروندان تحویل بدهن. و در این راستا هیچ کارمند دولتی حق نداشته باشد که به اصطلاح امتناع بکنه. نه تنها امتناع، بلکه تصریح شده که هیچ کارگزار حکومتی حق نداشته باشد از شهروند مطالبه دلیل بکنه که مثلا شما این معلومات برای چی میخواهی، برای کجا میخواهی. حق ندارد از شهروند مطالبه دلیل کنه به چی دلیل این معلومات را از ما میخواهی. شهروند میتونه بگه که من شهروند این کشورم به عنوان به اصطلاح کسی که ذی حق در مسائل مثلا کشور خود هستم، میخوام این اطلاعات رو به حساب داشته باشم. از هر وزارتخانه ای، از هر اداره، همین قانون دسترسی به اطلاعات. بله، بر اساس همین قانون دسترسی به اطلاعات شهروندان حق دارن هر معلومات را که خواسته باشن از ادارات دولتی مطالبه بکنن. خب نتیجه ای که این حق دسترسی به اطلاعات به دست میدهد شفافیت است. یعنی اگر شهروندان در جریان تمام اموری که در دولت میگذرد، تصمیم هایی که گرفته میشود، در جریان همه امور باشند، خب خود به خود شفافیت ایجاد میشود. به عنوان مثال در امور اقتصادی، عواید دولت چقدر بوده است، مالیات ها مثلا چه مقدار جمع آوری شده و هزینه ها مثلا چه مقدار بوده، بودجه هایی که به حساب دولت صرف کرده در طول مثلا یک سال مالی، مثلا خب از کجا آمده و کجا خرج شده. خب یک شهروند حق دارد بداند که در این کشور ما مثلا درآمد این دولت چه مقدار بوده است، هزینه ها چه مقدار بوده، به کجا بوده، مثلا در چه ولایت هایی، به چه میزانی. هر گونه معلومات را که مردم خواسته باشند، ادارات دولتی مکلف و موظف هستند که اون اطلاعات را به مردم ارائه بکنند به منظور ایجاد شفافیت و روشنی در اعمال حکومت. بله، سپاس. بیننده های گرامی، در این قسمت وقفه کوتاه داریم، بازم زود برمی‌گردیم. بله، باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه. بیننده های گرامی، چنانچه اشراف دارین اشاره شد، در قسمت شاخص های حکومتداری خوب به دو تا گزینه مفید و مؤثر، اولین گزینه بحث قانونگرایی و قانونمداری بود و همچنین گزینه دوم بحث شفافیت. به ادامه بحث قبلی و پیرامون شاخصهای حکومتداری خوب در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر و میپردازیم به ویژگی ها و شاخص های دیگری که میتونه در یک حکومت و یا در یک حاکمیت کمک بکنه تا ما به وضعیت مطلوب و یا به حکومتداری مطلوب و مردم سالار برسیم. بله، خب عرض کردم شاخص های گوناگونی وجود داره. اولین شاخص حاکمیت قانون بود، دومین شاخص شفاف سازی بود و سومین شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری حاکمان هست. یعنی اینکه حاکمان در قبال عملکردشان، در قبال تصمیمشان به مردم پاسخگو باشند، خودشان را فوق به اصطلاح قانون ندانند و همینطور مسئولیت پذیر باشند. اگر یک واقعی در دولت، در قلمرو کشور اتفاق افتاد،
حاکمان باید پاسخگو باشند و مسئولیت به عهده بگیرند. این گونه نباشد که مثلا فقر و بیکاری و امثال اینها در جامعه که زیاد شد بگه خب به ما ربط نداره، بله اینا به ما ربطی ندارد و بسیار روز رسان خداست، ولی خب همچنان خودشان به عنوان حاکم در جامعه باشند. خب شما اگر حاکمیت دارید در قبال تمام نواقص، در قبال تمام نارسایی‌ها و مشکلات در جامعه باید پاسخگو باشین. اگر در یک جایی بله، اگر در یک جای امنیت مورد خدشه قرار می‌گیرد، در یک جای یک بحرانی بروز می‌کنه، یک منازعه‌ای به وجود می‌آید، فقر به وجود می‌آید، بیکاری به وجود می‌آید، گریزی از کشور و به اصطلاح مهاجرت به وجود می‌آید، خب طبعا حاکمان یک جامعه باید پاسخگو باشند. نمیشه که بگه ما حاکم این جامعه هستیم اما در قبال مشکلات این جامعه پاسخگو نیستیم، مسئولیت به عهده نمیگیریم. یکی از شاخصهای مهم حکومتداری خوب این است که حاکمان هم در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و هم در قبال هر نوع فعل و انفعالاتی که در سطح کشور اتفاق میفته حاکمان باید پاسخگو باشند. در این حال مسئولیت پذیر باشند، نگویند که به ما ربط ندارد یا بسا فرافکنی بکند مسئولیت را به عهده کشورهای خارجی و امثال اینا بیندازد. خب طبعا اگر کشورهای خارجی مؤثر است، خب نقش شما و حضور شما در حاکمیت چیست؟ اینه که یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم و مؤثر در حکومتداری خوب مسئولیت پذیری حاکمان و در واقع پاسخگویی حاکمان در قبال شهروندان هستند. شاخص دیگر کارآمدی و اثر بخشی است، یعنی این که حکومت ها سعی کنند که عملکردشان حد اکثر کارآمدی را و مفیدیت را برای مثلا جامعه داشته باشند. خب کارآمدی در واقع بیانگر قابلیت و توانمندی یک مجموعه برای اداره کشور است. به هر میزانی که یک دولت از قابلیت خوب برای اداره کشور برخوردار باشه، از توانمندی خوب برای اداره کشور برخوردار باشه، اینجا در واقع معنیش اینه که یعنی کارآمدی مؤثر و سازنده وجود داشته است. خب پس این میتواند بحث کارآمدی و اثر بخشی یکی دیگر از شاخصهای حکومتداری خوب باشه، از ظرفیت درونی بالای برخوردار باشه تا بتونه خدمات را آنچه شایسته مردم هست ارائه بکنه. بله بله دقیقاً. خب یکی دیگر از شاخصهای حکومتداری خوب بحث مشارکت است، یعنی خود حکومت باید حکومت مشارکت جو باشه. در گذشته ها برای حضور مردم در حاکمیت هیچ نقش قائل نبودند. حکومت ها معمولا در همون هرم قدرت جابجا می شد و هیچ نقشی برای مردم قائل نبودند. اما به مرور زمان کم کم نقش مردم در حکومت ها بیشتر شد، مخصوصا با سیستم برگزاری انتخابات های ادواری و امثال اونها که عملا خود مردم تعیین کننده قدرت شدن و از اینجاست که بحث مشارکت اهمیت فراوانی پیدا میکنه. حکومت ها باید مردم را به مشارکت تشویق کنه، نه اینی که به اصطلاح از مشارکت مردم جلوگیری بکنه. نه تنها جلوگیری نکنه، بلکه اصلا زمینه را به گونه ای ایجاد بکنه که خود مردم برای مشارکت در امور کلان کشور تشویق شوند، سهم بگیرند، دخالت بکنند. این دخالت به معنی دخالت منفی نیست، دخالت مثبت است. مردمی که در تعیین سرنوشت خود بایستا دخالت میکنن، یعنی این مردم بر سرنوشت خود مسلطن و در این راستا دولت ها نه تنها نباید مانعی ایجاد بکنه، بلکه همچنان باید زمینه را برای مشارکت بیشتر شهروندان فراهم بکنه. به عنوان مثال جامعه مدنی را فعال بکنه، احزاب را بایستا وارد کارزار سیاسی و انتخاباتی بکنه، تشویق بکنه، به رسمیت بشناسه، نه اینی که به اصطلاح در کشور یک حزب حاکم باشه یا اصلا هیچ حزب حاکم نباشه، فقط دولت حاکم باشه. این جامعه زنده نیست، یک جامعه پویا و کارآمد نیست.
حالا یک نکته مهم در این زمینه جناب آقای دکتر، آنچه که مهم است در یک ساختار سیاسی بحث میزان مقبولیتشان هست، بحث مبنای مشروعیتشان هست. اگر به این نکته‌ای که اشاره شد، بحث مشارکت، اگر واقعا بستر مشارکت لازم برای شهروندان یک جغرافیای سیاسی در یک دولت فراهم شود، فکر میکنید که چقدر این بحث به افزایش مشروعیت یا در واقع به تداوم و بقای همون ساختار و نظام یا افزایش میزان رضایتمندی مردم کمک خواهد کرد؟ نه، بحث مشارکت بحث بسیار مهم و اساسی در هر سه بخش کسب قدرت، حفظ قدرت و انتقال قدرت است. بحثی کم و کیفی. بله بله. در واقع مشارکت، یعنی وقتی یک مجموعه میخواهد قدرت را کسب بکنه، به دست بیاره، از راه گذر مشارکت مردم باشه، مبتنی بر رضایت مردم باشه. اصلا حضور مردم مشروعیت ساز است، رضایت مردم مشروعیت ساز است. زمانی که در یک جامعه یک حکومتی به وجود میآیه اما رضایت مردمی را به همراه نداره، اون اداره از مشروعیت عملا ساقط است. پس مشارکت مردم هم میتواند مشروعیت ساز باشه، هم میتواند که بقای مشروعیت اون حکومت را تضمین بکنه. یعنی مردم مثلا در طول دوره حاکمیتشان مشارکت داشته باشن در قسمت شفاف سازی و امثال اینها، حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، برگزاری انواع انتخابات ها و امثال اینها. به هر میزان که نقش مردم برجسته تر باشد، اون حکومت از مشروعیت بهتر و بیشتری برخوردار هست. و هم در زمینه انتقال قدرت، باز هم بحث مشارکت مردم مؤثر هست و مهم است که انتقال قدرت باز هم باید به مشورت مردم و مشارکت مردم باید صورت بگیره. اگر در این زمینه هم در همین به اصطلاح عنصر سوم اگر مشارکت مردم وجود نداشته باشه، حضور مردم در این عرصه غائب باشه، باز هم برای دولت بعدی مشکلات به اصطلاح مشروعیت به وجود خواهد آورد. پس نقش مشارکت بسیار مهم و اساسی است. دقیقاً. حالا پیرامون همین گزینه که یک از بحث مشارکت که یک از ویژگی‌های مهم و یا یک از شاخص‌های حکومتداری خوب هست، نکته دیگری که جای تأمل را داره جناب آقای دکتر، بحث توسعه فرهنگی و توسعه در واقع اقتصادی هست. چقدر در واقع نیاز هست که برای رسیدن به حکومتداری مطلوب به جامعه مدنی و همچنین به سکتورهای خصوصی بیشتر نقش داده شود، تا اینکه ما کم کم راه برای ما باز بشه برسیم به توسعه اقتصادی و فرصت داده شود برای شرکت‌های خصوصی و همچنین در بحث جامعه مدنی که در قسمت توسعه علمی فرهنگی و امثال اینا فعالیت بکنن؟ چقدر این ضرورت احساس میشه که در کنار سایر مسائل به این حوزه ها هم توجه شود و یک مقدار آزادی‌های بیشتر و یا آزادی نسبی به اینها آنچه که انتظار میرد داده بشه تا ما به او هدف مطلوب یا وضعیت مطلوب که حکومتداری خوب و مطلوب باشه برسیم؟ خب به هر میزانی که ما دولت را به اصطلاح در تمام ابعاد صاحب سلطه بدانیم و به اصطلاح نقش گسترده دولت را مد نظر قرار بدهیم، ممکن از نقش مردم به اصطلاح کاسته شود. دولت لزومی نداره که در همه زمینه ها تصدیگری بکنه. دولت فرصت ها را ایجاد بکنه، دولت زمینه ها را ایجاد بکنه، اما بسیاری از مسائلی وجود داره که خود شهروندان با نقش خودشان در قالب مؤسسات خصوصی و امثال اینها خیلی بهتر میتوانن که مثلا اونجا نقش ایفا بکنن، فقط میدان داده بله. شده فرصت برشون. بله، بنابراین ما درسته به اصطلاح یک زمانی میبینیم که به اصطلاح دولت ها به سمت خصوصی سازی روی آوردن، کلن به حساب به نظریه حداقل کردن دولت روی آوردن، ولی خب این به بعضی بحران‌های منجر شد، اما لزوماً به این معنا نیست که دیگه ما دوباره پس برگردیم به دوره اولی که نظریه به حساب حداکثر کردن بخش دولت، بله بخش دولتی بود. نه، اینطور نیست. در واقع ایده حکومتداری خوب مجموع امتیازات اون دو دوره پیشین را داره، اما نواقص دو دوره پیشین را نداره. و بنابراین ما میتونیم بگیم که برای بخش‌های خصوصی و سکتورهای خصوصی ما میتوانیم سهم مهم را به حساب قائل باشیم در همه عرصه‌ها، چی در عرصه اقتصادی، چی در عرصه فرهنگی، چی در عرصه
آموزشی و حتی اینا میتواند که با بخش‌های دولتی به نوعی رقابت کنه و این رقابت به کارآمدتر شدن به اصطلاح نتایج عملکرد هر دو بیانجامد. اینه که ما نمیگیم که به اصطلاح مثل دوره اول که به اصطلاح یک دولت حد اکثری وجود داشته باشن، دولت حد اقلی هم خب بعضی از بحران‌ها رو ایجاد میکنه مخصوصا در عرصه اقتصادی، ولی ایده بهتر ایده حکومتداری خوب است. حکومتداری خوب در واقع مبتنی بر دو تجربه پیشین به وجود آمده است و به همین دلیل است که در حکومتداری خوب وقتی این شاخص ها ارائه می شود، مبتنی بر این شاخص ها ما می توانیم که یک عملکرد مثبت و مؤثری را در عرصه کلان اجتماعی داشته باشیم. اگر واقعا یک نیم نگاه ما به کشورهای توسعه یافته بیندازیم و جهان اولی ها از در واقع رونسانس و انقلاب فرهنگی گرفته تا انقلاب کبیر فرانسه و امثال اینها، میبینیم بالاخره اونا خود را بعد از سیپری نمودن او فراز نشیب ها رساندن به یک وضعیت مطلوب و امروزه با همین اوصاف و با همین شاخص های حکومتداری خوبی که شما به خوبی اشاره فرمودین خود را آراسته ساختن. ولی ظاهرا مشکل و چالش های اساسی فراروی کشورهای جهان سومی هایی هست که مثل افغانستان هنوز هم داره با بسیار از مشکلات دست و پنجه نرم میکنه و موانع زیادی فراروی حکومتداری خوب هست. حالا چطور میشه به باور شما که در همچو کشورها که درگیر بحران و جنگ و منازعه هست هنوز در این کشورها به حکومتداری خوب رسید و چطور میشه که با اوصاف حکومتداری خوب یا شاخص های حکومتداری خوب همین حکومت ها آراسته شود و تا برسیم ما به وضعیت مطلوب؟ در حکومت های مثل افغانستان، حالا حکومت اگر تعبیر نکنیم، در کشورهای مانند افغانستان برای رسیدن به حکومتداری خوب ما ابتدا باید از خود نهادها شروع بکنیم. در رأس نهادهای عمومی خود دولت است. هر زمانی که ساختار دولت اصلاح شد، عملکرد دولت هم اصلاح خواهد شد. ولی به هر میزانی که خود ساختار دولت مشکل داشته باشد، مبتنی بر اون شاخصهای حکومتداری خوب نباشد، طبعا حکومتداری مطلوب هم انجام نخواهد شد. من یک دو شاخص دیگرم عرض بکنم در حکومتداری خوب. یکی اجماع محوری هست. یعنی این که یک دولت سعی کند که تصمیمات کلان را که اتخاذ میکنه از رهگذر جلب توافق و رضایت عمومی باشه. خب چرا؟ به دلیل زی که رضایت مردم در رابطه با تصمیمات کلان کشوری باعث ایجاد نظم و امنیت میشه. زمینه برای افزایش خشونت دیگه باقی نمیماند. وقت مردم راضی باشن از اون شیوه حکومتداری، از اون بایستا تصمیم، خود طبیعی است که به اون تن خواهد داد و دیگه به خشونت و شورش و امثال اینا روی نخواهند آورد. بله، مخالفت نخواهند کرد. پس اجماع محوری یعنی حصول توافق حد اکثری توسط حاکمان در رابطه با تصمیماتی که اتخاذ میکنه. و این به اصطلاح توافق حد اکثری را امروزه بسیار براحتی میتوان به دست آورد. در گذشته ها شاید کار سختی بوده، اما امروزه یک ضرورت هم باشه. بله، قطعا یک ضرورت است و خوبیش هم اینه که امروزه به مدد به اصطلاح رسانه های همگانی، شبکه های اجتماعی و ارتباطات گسترده ای که الان وجود داره در کشور، به راحتی میشود افکار عمومی را به دست آورد که رضایت شهروندان از این تصمیم به اصطلاح حاصل شده است یا نه، یا قبل از اینکه اون تصمیم عملی شود در معرض افکار عمومی قرار بدهن و بعد بازخورد اون را، فیدبک اون را بگیرن و تحلیل بکنن و در صورت رضایت حداکثری شهروندان اون تصمیم را اجرایی بکنن. این یک دیگر از شاخص ها. و مهمترین شاخص، مهمترین مؤلفه در حکومتداری خوب یا حکمرانی مطلوب، عدالت طلبی است یا عدالت جویی. یعنی این که حاکمان یک کشور در تمام تصمیم های خودشان سعی کنند عدالت را مطمئن نظر قرار بدن. هر تصمیمی که برخلاف عدالت اتخاذ شود طبعا موجب بروز تنش ها و ناملایمات در سطح جامعه خواهند شد، چون اون بخش از جامعه که خود را قربانی ستم و تبعیض و بی‌عدالتی میبینن آرام نخواهند نشست. پس همه تصمیمات دولت باید مبتنی بر عدالت باشه و عدالت مهمترین شاخص در حکومتداری خوب است. به قول خواجه نصیر طوسی که میگه که عدالت
جزئی از فضیلت نبود، بلکه تمام فضیلت بود به اسره ها. و در مقابل میگه که جور جزئی از رذیلت نبود، بلکه تمام رذیلت بود به اسره ها. یعنی تمام فضایل و رذایل اخلاقی را اگر ما جمع بکنیم در دو کلمه خلاصه میشود. تمام فضیلت های اخلاقی در عدالت خلاصه میشود و تمام رذیلت های اخلاقی در جور و ستم خلاصه میشود. بنابراین مهمترین شاخص حکومتداری خوب این است که تمام برنامه ها و عمل کرده اون بر اساس اصل عدالت استوار شود و به همون میزان از جور و ستم و استبداد پرهیز بکنه. بله. حالا در جنبندی نهایی جناب های دکتر، به باور شما آثار و پیامدهای حکومتداری خوب چی خواهد بود و برعکس اگر واقعا یک حکومت و یا یک دولتی با همین شاخصهایی که اشاره شد واقعا آراستن نباشد، در او صورت پیامدهای منفیش چی خواهد بود؟ پیامدهای مثبت حکومتداری خوب داشتن جامعه مرفه است، جامعه آگاه، سالم، جامعه که در اون نظم و امنیت تأمین باشه، جامعه که در اون هیچ بهانه‌ای برای گسترش خشونت و اعمال خشونت وجود نداشته باشه، یک جامعه بسا امن و آرام. اما پیامدهای منفی که به اصطلاح عدم وجود حکومتداری خوب یا فقدان حکومتداری خوب است، طبعا در مقابل اون یک جامعه به هم ریخته، فقیر، با فقدان اشتغال، با فقدان امنیت، با فقدان عدالت روبرو میشه و در چنین جامعه به هم ریختگی و بی سازمانی مطلق حکم فرما خواهد شد. طبیعیه که او زمان فرصت برای گروه‌های خشونت طلب فراهم میشه که اینها بیاین و زمام امور بخش‌های از جامعه را به عهده بگیرن، جامعه به سمت ملوک طوایفی پیش بره، به سمت تجزیه پیش بره و از نظم و امنیت و رفاه و آسایش مردم در او خبری نباشه. حکومتداری خوب بر اساس تجربیات بشری است که به اصطلاح تدوین شده این نظریه. یعنی تحولات مختلف را که انسان‌ها در طول همین یک دو قرن گذشته پشت سر گذاشته، بزرگترین جنگ هایی که دو جنگ جهانی اول دوم در همین قرن بیستم رخ داد و بسیار از تحولات دیگر، رکود اقتصادی، بیکاری و مشکلات گوناگونی که به وجود آمد، سرانجام جامعه بشری را به این نتیجه رسانده. بسیار از آگاهان با تضارب آراء خودشان به این اصول رسیدن که برای یک حکومتداری خوب چه شاخص ها و مؤلف هایی را در نظر بگیرن و راه حل اساسی مشکلات هم اصلاح نهاد دولت است. دولت است. بله، سپاس. انشالله به امید رسیدن به همچو وضعیت مطلوب و یک جامعه آرمان شهری که بالاخره با تمام همین اوصاف و شاخص ها حاکمیت در همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی و در واقع افغانستان آراسته باشد. ممنون جناب استاد حمد ناصر صمدی استاد دانشگاه، ممنون از حضور سبز شما در برنامه استفاده کردیم جناب دکتر، لطف دارید و همچنین سپاسگزارم از شما بنده های گرامی و ارجمند که تا این لحظه بیننده آرمان شهر بودین. تا بحث و برنامه دیگر، بدرود.